خب دوستان عزیز سلام خدمت شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اجازه بدیم فیسبوک رو هم بیاریم داخل این ماجرای برنامه زنده. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا است و میریم با هم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. شماره تلفنی که من هم الان اینجا به قول آمریکایی‌ها دایل میکنم، این دایل کردن نه فقط اینجوری گرفتن بود، کلا باز کردن هم میشه. اون شما تو چشمتون وقتی میرید قطره میریزن، حالا هیچی نگم، بعدا آقای چمنارا میگه آقا شما حرف میزنی، بعد تم برنامه عوض میشه. 818 ایریا کد کالیفرنیا 201، شما به خاطر بسپاری دیگه دکتر شماره دکتر نصر احمدی رو میدونی. بعدش 57 سالی که ایران انقلاب شده، بعدش 79 سالی که ایران انقلاب شده به تاریخ میلادی. 818-201-57-79 و میریم حالا سراغ آقای دکتر نصر احمدی. سلام آقای دکتر نصر احمدی، به اتفاق بینندگان به شما خوش آمد میگیم و امیدواریم که روز باشید. تلفن شما چرا قطع و وصل میشه آقای سوردی؟ والله ما همه چیمون قطع و وصل میشه، من دوباره به شما زنگ میزنم. ممنون میشه. من فکر کنم تلفن ایشون سلفون برای برنامه خوب نیست، باید لند لاین، یعنی یه تلفن اسپیکر و یه تلفن سیمی و اینا. ولی هر وقت ما میگیریم ایشون میگه چرا شما تلفنت قطع و وصل. چشم، یه بار دیگه میگه. هیچ وقت ما ایرانی ها که نمیگیم اشکال ممکنه از ما باشه، ولی من میگم مانم اشکال هست، هیچه ای بینم بلنگو هم برای این دوستان فیسبوک بیارم بذارم. و آقای نصر احمدی بفرمایید. بسیار سپاسگزارم، تشکر دارم، سلام میکنم حضور همه بینندگان و شنوندگان تیوی مردم یا تلویزیون مردم و همه همیهنانه. بنا شد هفته پیش که من از قانون اساسی حکومت پارلمانی گفتگو کنم، اما پیش از اون لازم دونستم که اول چرا به انگیزه این کار پرداختم، یعنی انگیزه این کار چه بود. قانون تباه انسان ستیز مشروطه و قانون حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، من در اون داشت که حتما به یه راهکاری پردازم برای خوشبختی مردم میهنم. اما پیش از اون مطالبی لازم میدونستم به آقای همیهنان برسم. من یکی دو نوبت از گفته های آقای پارسا سربی مدیر محترم تلویزیون مردم شنیدم که گلایه داشت از این که من تلفن کردم و ساعت کار برنامه رو مزاحم ایشان شدم. خیر، من آدم مزاحمی در جهان هستی مطلقا نبودم و نیستم، اصولا آدمی نیستم که اهل تلفن باشم. چون بنا بود که ساعت اضافی به برنامه من بدن هفته پیش و من نمیدونستم چه ساعتی شروع کار خواهد بود یا بعد از برنامه خودم ادامه خواهد داشت، برای ایشان 26 ثانیه فقط پیغام گذاشتم که آقای سروی برنامه من بیش از ساعت 12 است یا بعد از 12 ادامه دارد، ساعت 11:30 بامداد خودم. و اما دیدم خبری نشد، فردای روز بعد ساعت 6:14 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، 9:14 شب واشنگتن، 47 ثانیه فقط پیغام گذاشتم. چون آقای سوردی قبلا به من گفته بودن شما مطلبتون رو بگیرید، عنوان بکنید، نگران نباشید، چون من خودم پیغام ها رو کنترل میکنم. من هم دوباره مؤکدن پیغام گذاشتم، آقای سوردی خبری نشد، فردا من چون برنامه دارم باید آگاه باشم آیا پیش از 12 هست یا بعد از 12 برنامه ادامه دارد. اما اگر ایمیلی شد برای شما جناب آقای سوربی، چون من تلفن های زیادی داشتم از بدگویی با شما، من تا به حال که با شما گفتگو میکنم از آغاز برنامه تا به حال هیچ بشری نگفته است آقای سوربی و تلویزیونش خوبه، همه در بدی شما گفتند. دوستان نزدیک شما، صمیمی‌ترین دوست شما، بدترین واژه خانوادگی رو به شما نسبت دادن و من البته ایستادگی کردم، چون من شرط ادب اخلاق رو کاملا رعایت میکنم. نصر احمدی 14 سال پیش در تلویزیون پارس وقتی به امریکا آمد گفت که من دکتر نصر احمدی جام رو با پیغمبرها عوض نمی کنم، اما نه پیغمبر وحی آورندگان از بالا به پایین، نه نه، من در اون مقام نیستم، هرگز همچه جسارتی نخواهم کرد،
نه به شعونات مردم، نه به احساسات مردم، نه به باورهاشون، به هیچ عنوان، فقط به لحاظ رفتار و مناسبات انسانی من جامو با هیچ پیغمبری عوض نمی کنم. چرا؟ چون من هیچ توقعی ندارم. من در این جهان هستی به عنوان یک انسان برای خلق کار می کنم، من برای خدا کار نمی کنم. خدا نیازی به من نداره که میلیارد میلیارد انسان آفریدیم، میلیارد آبزی آفریدیم که ما اسمشون میدونیم، میلیارد جاندار دیگه آفریدیم که ما باهاشون مرتبط نیستیم، و صدها برابر کره زمین منظومه شمسی درست کرده، صدها برابر منظومه شمسی کهکشان درست کرده، صدها برابر منظومه شمسی هم کهکشان جهان هستی درست کرده، و بالاتر از همه طبیعت درست کرده. بنابراین من آدم خاطی چه هستم؟ چه هستم؟ من فی سبیل خلق کار میکنم تا زنده هستم، وقتی مردم مردم، یا به ضرب گلوله تصادف و مسمومیت مثل سه باری که برام پیش آمد و زنده موندم میمیرم، یا نه به سبب فرسودگی و فرسایش جسم و جان مثل یک درخت، مثل یک جاندار، وقتی جسم من فرسوده شد خواهم مرد. بنابراین من مجیزگوی خداوند باری تعالی آفریننده هم نیستم، من انسان آزاده هستم. به گفته سعدی بزرگوار، سعدی افتاده است آزاده، کس نه آید به جنگ افتاده. یا شعر زیباترش، به سر و گفت کسی که میوه این نداری، جواب داد که آزادگان توهی دستند. همین رو گرامی های سروی، برای من امکانات فراوان مادی از سوی دولت فرانسه چند نوبت فراهم آمد، دوستان گواه هستند، از سوی حتی دولت عراق در جنگ برای من فراهم شد. دوستان هواخواه نظام مشروطه و بابستگان خانواده پهلوی گواه هستند، سردمدارانشون، که من زیر بار محاله. یعنی چرا بعد از مرگ من اگر نام عنوان بکنند که من نباشم دفاع کنم؟ بله، همین دولت امریکا شب دومی که آمدن KRIT رادیو ملی امریکا از این یک گروه آمدن در هالیوود، یعنی منو به هالیوود بردن، در اونجا 5 ساعت و نیم فیلم برداری کردن و گفتن برای 20 سال دیگر این فیلم لازم داریم. اما من گفتم چرا 20 سال دیگه؟ گفتن توقع شما از امریکا چه هست؟ گفتم هیچ. همونطور که آقای خمینی، آیت الله خمینی، وقتی در سر فرودگاه مهرآباد رسید ازش پرسیدن چه احساسی داری، گفت هیچ. اما من هیچم معنادار بود. برای اینکه شما ما را به امید خیرتون نیست سر نرسان، آقای امریکا، آقای فرانسه، آقای انگلستان، این صفا تصمیم گیرنده برای ایران، فرانسه در مرحله سوم، چندین سال در مرحله سوم، چون در تقسیم بندی جهان خاورمیانه و آسیایی وقتی تقسیم کردن بر اساس قراردادی بین دو وزیر خارجه فرانسه و انگلستان، سایکس و پیکو، ایران سهم انگلستان شد، ایران سهم فرانسه نشد. عرب‌ها جز دو کشورش همه سهم فرانسه شد، ولی ایران سهم انگلستان گذاشتند. بنابراین اگر اونها به کار شر ما کار نداشته باشند، ما به خیرشون نیازی نداریم. به همین جهت من اومدم این قانون اساسی رو نوشتم. اما فلسفه این نوشتن قانون اساسی از کجا بود؟ وقتی انقلاب شد من جوانکی بودم به فرانسه آمدم، که البته از پیش برنامه داشتم برای آمدن به فرانسه و برای ادامه تحصیل از روزگار آغاز حتی نوجوانی. انقلاب پیش آمد، مصادف شد با مرگ پدر و من 23 ساله سرپرستی خانواده و اون مسئله این مداری و اینها که به هر حال اختلافات شروع شد. این انقلاب که آمد، انقلاب کینه ها بود، انقلاب عقده ها بود، جنگ شد، چندین آدم کشته شد، گرفتار این منازعات بودم. از طرفی حکومت انقلابی هم منو به عنوان یک عنصر انسانی هم دست از سرم بر نمی داشت، چند نوبت پیشنهاد استانداری داد، سرانجام پیشنهاد وزارت در اون 3 سال. خیلی عجیب و غریب، البته خب انقلابه، انقلاب 3 سال و دانش و هیچی نمیشناسه، آدم های خودشی میخواد پیدا بکنه. بعد روی من زیر بار نرفتم، سرانجام به فرانسه آمدم. وقتی آمدم از سوی دوستانم دعوت شدم و قرار شد که طرح بازگشت پادشاهی رو اعلام بکنیم، اما لازم بود که حتما یک منشوری، منیفستی، مرامنامی داشته باشه. همینان گرامی، آقای سربی، هیچ کدام از وزرا و کلا سناتورها، نمایندگان پارلمان، استادان دانشگاه، من نمیدونم چرا، اصلا کار تشکیلاتی نمیدونستن الا دکتر منوچهر کلالی، دبیر کل حزب ایران نوین، که به راستی از حزب توده هنوز قوی تر بود. این آدم بسیار وارد مسلط استاد بود در این کار.
من این نصف عملی جوان اون روز که 27 سالگی رو میگذارندم در کافه کریستال پاریس طرح بازگشت پادشاهی رو نوشتیم، ولی ماده 6ش عنوان شد که اصلاحات در باره از مواد قانون اساسی مشروطه. از همونجا نقنق شروع شد، از همونجا اعتراض ها شروع شد. کسانی که همین قدرت رو در دست شاه میخواستن و به سبب وابستگی به شاه میخواستن مملکت رو بچاپن که چاپیده بودند زیر بر نمیرفتن. سرانجام 2 سال بعد آقایان جدا شدن. اینو کفر میدونستن، این اصلاحات در پاره از مواد قانون اساسی مشروطه رو کفر میدونستن. اما گروه همراه من که بیشتر جوانان دانشگاهی بودند و من جوانترینشون هم بودم، راهی رو که مشروط کرده بودن با من ادامه دادن. آقایان رفتن حزب مشروطه درست کردن، ما هم همینطور موندیم که اصلاحات در پاره از مواد قانون اساسی مشروطه. اما آمدیم دست به ترکیب کار بزنیم. خیلی خوب، زیر بار اون جنبه هایی که به پادشاه مربوط بود که به کلی نمی رفتن، مسئله دین هم منو دوان گیر آورده بودن و می گفتن خب خصلت ایدیاتی داره، به دام می دازینش، یا آقا در مواد دینی دست ببر. اولا من باید اسلام رو ظاهر می کردم که من چه هستم، چه هستم، کی هستم، کی می تونم باشم در این کار. میلیارد انسان به رو دین هست، دینی رو پذیرفته، حالا به ضرب شمشیر به ایران آمده. اسلام جایی رو بدون شمشیر به ایران نرفته، نه به ایران، به همه جای جهان. اگر پاکستان هست، پاکستان اون زمان وابسته به ایران بوده، بنابراین اسلام همه جا با شمشیر رفته و با شمشیر پذیرای دین شدند مردمان. اما 1400 ساله ما مردم این عقیده رو پذیرفتیم، چه خوب چه بد. من هم مسلمانم، من هم شیعی هستم، از خاندان شیعی هستم. حداقل میدونم از آغاز صفوی به این سوی خاندان من شیعی هستم. اما من آدم عبادی نیستم، ولی پرهیزگارم، پرهیزگار است. حتی اگر که متعصبین مذهبی عناد نکنن، سر جدل نکنن، به قول سری بزرگوار سلسله خصومت نجنبانند، به مراتب از بسیاری مدعیان دین و پرهیزگاران من پرهیزگارترم. من خیلی منزه موندم آقای سروی در این 37 سالی که نه، از بچگی هم همینطور. چرا؟ خصلت بچگی و نوجوانی ایجاب میکنه دعوا کنه، شر و شور داشته باشه. اما هرگز کسی رو سعی کردم از آغاز جوانی نیازارم، بلکه در خدمت خلق باشم. همینان گرامی، آقای سروی، من نزدیک به 3000 ایرانی رو پناهندگی سیاسی دادم. اگر شما یک نفر رو در این جهان هستی پیدا کردید عنوان کرد که نصر احمدی از ما توقع تشکر داشت، شما بود رسما اسم اون آدم رو اعلام بکنید. بارها و بارها به شاهزاده رضا پهلوی گفتم آقای شاهزاده، جوانان زیادی در ترکیه و در پاکستان زندان هستند، اینا اکثریتشون هم مجاهد هستند، شما کوشش کنید 2 تا وکیل و امکانات مادی برید، ماشاءالله که پولتون کم نیست. به گفته وزیر دارایی وقت که گزارش کرده به مجلس شورای ملی اون شورای اسلامی، 62 میلیارد دلار پول محمد رضا شاه از خزانه مملکت پول برده است. اما آقای شاهزاده خودشون بارها عنوان کردن و من خودم حضوری هم از ایشان شهیدم، 62 میلیون گفتند ایشون، ولی 8 بار از تلویزیون شنیدم ایشون گفته 62 میلیون. وقتی حجابه یزدانی 2 میلیارد خوردی پول میاره و تازه میگه من پولامو نیوردم، و حساب بکنیم آیا محمد رضا شاه 62 میلیارد نمیتونه بیاره؟ طبیعیه، این هم ثابت شده بدیهیه. اصلا لازم نیست که اولا هیچ بانکی گزارش پول دیگریه به کسی گزارش نمیده. اینه که عنوان میکنن آیت الله خامنه ای 95 میلیارد پول آورده و در بانک های فلان فلان، اسامی بانک ها رو اون آقای مخملباف، مخملباف هفتیرکش جمهوری اسلامی عنوان میکنه، برای من انسان درس خونده شگفتی میاد. مگه میشه بانکی در دنیا، بانک مسکو، بانک برزیل، بانک مکزیک، همه بانک های جهان به آقای محسن سازگار، به آقای مخملباف، محسن مخملباف گزارش حساب بانک های آقای خامنه ای رو عنوان کنن؟ خب در دشمنی جوانمردی لازمه. آقای آیت الله خامنه ای در رأس یک حکومتیست ظالم، حکومتیست فرهنگ ستیز ایرانی، حکومتیست مخالف دموکراسی. من اگر جمهوری اسلامی مخالف دموکراسی و مخالف فرهنگ ایران نبود، مگه مرض داشتم باش کار نکنم؟ برای من پست وزارت بود،
بیگمان همین نسلی مخاطب شما هم میهنان گرامی پیش از آقای خاتمی به سن 30 سالگی رئیس جمهور کشور شده بود. این بحثی و شکی درش نیست. من خودم ارزیابی و توانایی خودم رو میسنجم و میدونم، اما خلاف اصول و منشور اگر کس و ناکسی بخواد بد بیراهی گفته باشه اونو من خلاف اخلاق میدونم. من اعلام میکنم 75 میلیون روسیه ایرانی، هر بشری از نسل احمدی نقطه ضعف با سند البته، نه اینکه بیاد سر ارمثل سوزی آشار که شغلش البته خب رقصنده بوده اما رقاص نیمه برهنه بوده، من دیگه اونو عنوان نمی کنم. ایشونو با داشتند، آمد در تلویزیون پیام آزادی گفت این حرامزاده، این دکتر نصر احمدی حرامزاده فارغ التحصیل سوربن، مخصوصا گفت سوربن، ایشان آمده است طرح پارلمانی رو ریخته است که پادشاه ما رو به بازار سبزی فروش ها ببرد و خودش به کاره باشد. اولا پارلمانی و پارلمانی اینطور نیست، اتفاقا در نظام پارلمانی احترام پادشاه بیش از پادشاه مشروط است، بیش از پادشاه ستمگره. آقای صدی همیهنان گرامی، در از تاریخ پیدایش ایران تا سقوط نظام پادشاهی و برچیده شدن مشروطه، که برچیده شدن مشروطه زمانی اتفاق افتاد که شاه اعلام کرد صدای انقلاب شما را شنیدم، اون هم به صورت کتبی، و وقتی از مملکت رفت پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران مجلس شورای ملی منحل شد بر اساس نص صریح قانون اساسی مشروطه. وقتی مجلس شورای ملی پس از مرگ پادشاه در روز بعد تشکیل نشه، به کلی اون نظام مردوده و پایماله. این نص صریح قانون اساسی مشروطه است. اگر هر کدام از طرفداران نظام پهلوی، چه بینشور چه بانشور چه بینشوری، ادعای دارند برای حقانیت و حقوقی بودن نظام پهلوی، از من دعوت بکنم رسما در یک تلویزیون ببینم یارای مقاومت 5 دقیقه رو بیشتر دارند یا کارشون برحق یا نحق. آقای رضا پهلوی از روز نخست بی قانونی بود، اما من آمدم دیدم جمهوری اسلامی ستمگر ظالمه. حضرت آیت الله خمینی عنوان میکنه بریزید اون خونها را، اسلام از بین ریختن آبیاری شده است. آقا والا من به عنوان یک انسان دلم نمیخواد این اسلام اصلا آبیاری بشه، اگر قرار باشه با خونریزی آبیاری بشه. بعدم عنوان کرد حفظ نفوس اسلام از راه جاسوسی واجب است. خب این کدوم انسانی که به انسانیت بیندیش از دهانش بیرون میاد؟ کدوم انسان این جمله این عبارت از مغزش تراوش میکنه که به زبان بیاره؟ خب بچه کوچک جاسوس پدر میشه، جاسوس مادر میشه در مدرسه، بچه نادانه، معصومه، خامه، پدر نماز نمیخواند. خیلی خوب، این دیگه مکافات برای انقلابیون. انقلابیون هم از خدا خواسته، یک آقای تو خیابون رد میشه، دو نفر دیگه باش لش بودن، های ساواکی، ساواکی رو بگیرید. اصلا اون آقای گیرنده شده اون با ساواک مخاطب بوده، دشمن ساواک، شک شکش کردن، هزاران هزار بیگناه خونش ریخته شد از پس آمد انقلاب. اصولا آقای سرگ همیهنان گرامی، انقلابی سازنده نیست، انقلابی دیکتاتوره، انقلاب مخربه. هیچ انقلابی سازندگی نداره، هیچ انقلابی سازنده نیست. هیچ انقلابی در جهان پیدا نمیشه که دیکتاتور نباشه. از دیکتاتور بزرگ بزرگش لینین آقای مال ستونگ تا دیکتاتور کوچکش این آقای فیدل کاسترو، مملکت رو به بدبختی کشونده آقای فیدل کاسترو. بله بهداشت آورد، آموزش هم آورد، اما آموزش در حد کوبای جزیره کوبا به اندازه نصف کنگره بیر احمد. این کشور نصف یک چهارم کنگره بیر احمده. من بارها و بارها و بارها فلوریدا رفتم برای کنفرانس، با کوبایی های مقیم فلوریدا صحبت کردم، میگن اصلا اسم این آدم رو نیارید، ما تنمون میلرزه. ما رادیو نداشتیم، یه پیچ رادیو، یه روزنامه، یه نوع فیلم سینمایی. یه دیکتاتور میشناختیم به نام فیدل کاسترو، ما رو تو قفس کرده بود، ما به دریا زدیم خودمون رو رسوندیم به اینجا. اصولا انقلابی سازنده نیست. خیلی خوب، آیت الله خمینی آمد و به حق مبارزه کرد به لحاظ قانونی. قانونی رو عرض میکنم، شما ملاحظه بفرمایید، وقتی در قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی و سلطنتی عنوان شده
نسوان یعنی زنان، دیوانگان، مهجورین و شکستگان به تخصیص و ارتشی ها حق رأی، حتی حق رأی دادن ندارند، به چه حقی آقای محمد رضا شاه بدون قانون، بدون مجلس شورای ملی، بدون تشکیل رئیس مؤسسان، یه دفعه به دستور آقای کندی و نصیحت جنرال دوگل و جورج پومپیدو میاد میگه زن و مرد برابره، زن به مجلس بره، زن وزیر بشه، زن وکیل بشه، خدا را شکر نگفت قاضی بشه، وگرنه همون موقع کل اسلام علیهش فتوا میداد، حکم جهاد میدادن، خدا را شکر این تکره نگفت، چون زن قاضی در اسلام کفره. خب آقای خمینی از این وسط نقطه ضعف گرفت، خب آقای شاه شما به چه حقی زن و مرد رو برابر کردی؟ البته آقای خمینی کینش بیشتر سر مسئله اوقاف بود و گرفتن زمین هایی که کم و بیش دولت از اوقاف پس می گرفت. چرا؟ همین اوقاف آقای رضا شاه گذاشت ملت ایران، همین هران گرامی، همین آقای رضا شاهی که شما میگید سکولاره بکولاره، خیر، مذهبی ترین حکومت بعد از صفویه خاندان پهلویه، شما به فکر کراباتشون نرید، به چکمه و پوتینشون توجه نکنید، همین خاندان پهلوی مسجد در دانشگاه گذاشتن، همین خاندان پهلوی رضا شاه فقط یک دانشگاه گذاشت به نام معقول و منقول که بعدها دوره محمد رضا شاه اسمش عوض شد، شد الهیات، دانشگاه تهران، دانشگاه الهیات، میدان سرچشمه، بالای دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. همین آقای محمد رضا شاه، حتما شما آقای سرمی اینو دیدید، من یادم هست دوران بچگی، دوران دبستان بودم، آقای شاه در لنگه در طلا ساخت و سرش نوشت بنده درگاه آل علوی محمد رضا پهلوی و برای نجف اشرف فرستاد امام علی. حتما شما اینو تبابیش شاید دیده باشید، نمیدونم، بیخبرم، آیا شما این درو دیدید، لنگه درو؟ من ندیدم ولی سرباز بودم که کرمانشاه سه روز خیابونا رو بستیم که کاروان کامیون‌ها که طلا و چیزا رو داشتن می‌بردن برن به طرف کربلا و اینها، بعد از آشتی اینها بود. خب بفرمایید. خب زمان وقت آقایان مشروطه خواه بودن، او دستشونه 6 تا تلویزیون دارن، 9 تا رادیو دارن، خب شما گربه رو تبلیغ بکنید در 6 تا تلویزیون هر روز، خب این گربه تبدیل به شیر میشه. انصاف هم خوب چیزیه، محبت هم خوب چیزیه، مملکتی رو خراب نکنید، مملکتی رو به باد ندید. خب زنی که در قانون و در قرآن کشت مرده در قانون مشروطه، یه دفعه به دستور آقای کندی با نصیحت جنرال دوگل یه دفعه آزادی ندید. خب آقای شاه شما که قدرت قهار هستید، مجلس مؤسسان درست بکنید، مجلس شورای ملی درست بکنید، به تصویب مجلس برسونید با یه اشاره چشم، نمایندگان مجلس که نوکر شما بودن، نوکر دولت بودن. درست خودتون در کتاب پاسخ به تاریخ نوشتید که ببخشید با کتاب ماموریت برای وطنم که کنسول سفیر انگلستان در تهران لیست نمایندگان رو به وزارت کشور ما میداد، خودتون نوشتید، رسما نوشتید. خیلی خوب، یه تعداد نمایندگان مال شما بودن، میتونستید دستور بدید و مجلس مؤسسان درست بکنن، در مجلس مؤسسان برابری زن و مرد بکنید، خیلی راحت میشد، نه آقای خمینی بهانه دستش بود، نه کسی دیگری، هیچ مرد مذهبی بهانه دستش نمیافتاد، مگر همسرتون آقای شاه نرفتند نجف با چادر سیاه مشکی تا زیر کفش، این چادر تا زیر کفش بود آقای سرمی، حتما یه فیلم شما دارید در آرشیو بود، پسر کوچکشون هم همراه بود با تصویر سدیه دونه مشکی، رفتن زانو زدن در برابر آیت الله خویی رهبر شیعیان جهان که از کار آیت الله خمینی پیشگیری کنه، ولی شما گفت نه دخترم، شما کارتان خلاف بوده و گریزی نیست از بیرون رفتن شوهر شما. شما یادتون رفته آقای سروی، حتما یادتون هست، همین اولیا حضرت پیک شراب به دست گرفت، پیک شامپاین در برابر ملت جفت آقای کارتر و بعد در کتابش نوشته من فرزند امام، نبه امام موسی کاظمم. آیت الله شریعت مداری هم براش نوشت که دختر امون حق نبود آن کار را بکنید. خب مملکت به این روز افتاد، هنوز هم دست بردار نیستن باید مشروطه رو ببرن،
این ظلمه، این ظلم مضاعفه. خیلی خوب، من دیدم حریف نیستم، نمیشه اصلا دستکاری کرد مشروطه رو به هیچ عنوان. هر چه آقایان کوشش میکردن، من میگفتم خب از وان برد میاد، اگر شما خودتون میتونید این کار رو بکنید، اما پس اجازه بدید قدرت پادشاه رو کم بکنید. درست مثل نوکران دوره ناصرالدین‌شاه، شما میدونید اولین کسی که گفت بروید یک کانون میشید پیش از مستشار دوله و پیش از نظام کوخان ارمنی در لندن، ناصرالدین‌شاه بود که گفت بروید کانون بنویسید. حتی مجلس شورای دولتی درست کرد همین ناصرالدین‌شاهی که خانواده بهمنی بهش فوش میده، عکسش میذاره سر قلیون، عکسش میذاره سر حقه وافور تریاک، عکسش میذاره تو نلبکی افتکار. شما حتما دیدید. آقای سربی جواب منو بدید خواهش میکنم، چون من جلوی دوربین نیستم، جفت شما نیستم که شما رو مخاطب نذارم، ملت رو مخاطب بذارم. شما آیا دیدید؟ بله عکس‌ها رو دیدیم، هست تو قید. خب بفرمایید. خب یه خاندان میاد صد کار، حتما باید خاندان پیشین رو به چه اتوالت بفرسته؟ نکنید این کارو. دانشگاه کی درست کرد؟ ناصرالدین‌شاه. ساختمان دانشگاه تهران رضا شاه درست کرد. ملت هم میرن آن گرامی. فقط یه جرش کرده درست کرد رضا شاه. الهیات موقفات رضا شاه درست کرد. مگه درباره شاهنشاهی سالانه پول به آیت الله خمینی نمیداد، به آیت الله شریعت مداری نمیداد، به آیت الله میزانی نمیداد، به آیت الله گلفرمانی نمیداد، به آیت الله حائری نمیداد؟ 12,460,000 دلار آقای ابوالعباس حویدا پول تقسیم میکرد سالانه بین رهبران مذهبی. آیت الله خمینی با اون پول به اضافه پولهای بابزاری ها که دربار هم میدونست این پول باداور سرازی شد به جیب آیت الله خمینی قیام کرد. آدم شجاعی بود، از حق نگذاریم. شجاع نه، بلکه متحور بود این آدم. من خودم با گوشم شنیدم، رادیو کوچک جیبی داشت، من نمیدونم بیسیم افتاده بود سر این رادیو، میخواستم برای گلها رو گوش کنم. گفت تو آقای محمد رضا 15 میلیون به من میدی من مملکت رو ترک کنم، من 30 میلیون به تو میدم. این جمله خمینیه در قوم این حرف گفت. 30 میلیون به تو میدم تو مملکت رو ترک کن. خیلی خوب، شما چرا گزک میدید دست آیت الله خمینی؟ آقای شاه، خیلی خوب، قانون مشروطه آمده است گفته است شاه باید دارای مذهب شیعه و مروج این مذهب باشد. شما ترویج نکردید، خب خلاف مشروطه رفتار کردید دیگه، این خلاف مشروطه است. شما نمیتونید پادشاه مسلمان باشید ولی سگ تر بیاد توی قایقتون در بندر انزلی، نمیتونید این کار بکنید. آقای دکتر نصر احمدی، خانم بهیه جیلانی هم که در پاریس تشریف دارن. آقای سربی تلفن قطع وصل میشه، من در نیافتم چه گفتی. بله، خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس نوشتن که شاه از قدرت اسلامی ها واقف بود. آقای سربی امکان داره قطع بکنید دوباره منو بگیرید؟ خیلی قطع وصل میشه، نمیدونم یا من شما رو بگیرم. اجازه بدید من شما رو بگیرم. بفرمایید. یک لحظه مهلت بدید قطع کنید شما. از دوستان عذر میخوام، اجازه بدید که من باید بگم به آقای، خب اگر بهشون ایرادا رو بگیم ناراحت میشن. وقتی با تلفن صحبت میکنید باید نفس کشیدنتون رو تو تلفن انجام ندید. بفرمایید آقای. بله، بگمانم الان خوب شد. فرمودید خانم دکتر کی از پاریس چه گفتن؟ خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس نوشتن شما از قدرت اسلام شاه ببخشید شاه از قدرت اسلامی ها واقف بود، یعنی حقیقتا شاه به قدرت اسلامی ها واقف بود حقیقتا. اگه بله بله، با توجه به اینکه تلفنتون قطع وصل میشه پاسم، بله شاه به قدرت اسلامی ها کاملا واقف بود، برای اینکه وقتی آیت الله قمی از تبعید فلسطین برگشت، شاه رفتن فرودگاه استقبال ایشان. همین احمد کسروی که موافق 100% مشروطه است و من حیرانم چرا این آدم این همه برای مشروطه سن به سینه زده و از اون طرف مخالف دین هست، همین آقای احمد کسروی یک نامه سرگشاده نوشت که علی حضرت شاهنشاهی، من بیگمان میدانم که شما این تاج را به آخوندها میسپارید و مملکت را ترک میکنید. این جمله احمد کسروی در سال بهار 1323. شما میدونید چه نقطه ضعفی مملکت ما داشت که، یعنی همه میدونن. بله قدرت آخوندها که نه، خود محمد رضا شاه مرد بسیار خرافی بود، شما به کل کراواتش نرید. این مظفرالدین شاه، مظفرالدین شاه هم یه آدم اینطوری بود. ما پادشاهان خرافی خیلی داشتیم،
شاه سلطان حسین صفوی که باهاشم کج بود، کمانی بود، آخرین فرد سلسله صفوی، آخرین نه، این پسرش هم بود البته، خب واگذار شد به نادرشاه افشار، به نادر افشار، بعدها نادرشاه افشار. ایشان 64,000 جام کریستال گران قیمت و چراغ کشیدن، خوب کردن. خیلی خوب، 64,000 جام کریستال سرمایه مملکته، آقا بسپرید به خزانه دولت، چرا خورد میکنید؟ اینها رو ساختن، تعبیر شما دادن به حرمت دربار، به حرمت کلمه شاه. مگر نه فردوسی میگه که غلطه که من داشت 100% مخالفم، همه بندگان این بود یزدان پرست. خب اون همچی شد، شاهنامه رو قبول ندارم مطلقا، اصلا من زیر بده میدم. شاهنامه یک کتاب ملیست، بلاخیر برای ملیت ایرانی لازمه، چون همه دارن، برای ناسیونالیسم ملی شاهنامه لازمه، وگرنه برای زبان فارسی پیش از او بابا طاهر حوریان که عربیش خیلی چندتر از فردوسی گفته، رودکی گفته، ابو شکور بلخی، بله بله یاد گفتن ابو شکور بلخی، شما یه شعری رو گفتید از ابو سینا است. خیر، ابو سینا قریحه شاعرانه در خودش داشته اما اندک، اما او شعر نگفته، او شعر مال ابو شکور بلخی بود که شما گفتید تا به دنجا رسید دانشمند که بدانم همین که نادانم. من برامه شما رو گوش میگرفتم، چون فرمودید از ابو سینا است، این ابو شکور یادم افتاد. پیش از فردوسی ابو شکور، حنظله بادریسی، اسجدی، ابو شکور بلخی، ابو حفظ سغدی، بابا طاهر عریان، دویژه رودکی که به پدر شعر فارسی مشهوره و معروفه و نامداره و ناموره، راجع به زبان فارسی و شعر فارسی گفتند. فردوسی به لحاظ نظم اون کار، البته نوشته خودش که نیست که، این نوشته مال آقای دانشوره، 1000 سال بعد دست فردوسی رسیده، اون هم دست به دست شده وسیله خاندان صفاری که هدیه شده از طرف پادشاه حبشه. این کتاب دست پادشاه حبشه بود، از طریق عمر رفته بود به حبشه، عمر گفته بود چیزی که به درد نمیخوره ما چرا ترجمهش بکنیم، بفرستیم بره، نمیخوایم چینو. این رو عمر گفته بود راجع به شاهنامه، چون موقعی که ایران غارت کردن این کتاب هم به یغما رفت، کتاب دانشور معروف که پیش از انوشیروان گفته شده بود، نوشته شده بود. اون چند بیتی که راجب وصیت برادر، یعنی رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسه، اون از خود فردوسیه. و اون چند بیتی که راجب علی ابو طالب امام اول شیعیان و محمد پیغمبر اسلام گفته، این از خود فردوسی هست، چون فردوسی شعوری رافضی بود، یعنی یک دیندار بود، خلاف آنچه که تبدیل میکنن. اون زمیر علی و نبی کیجان شعر ایشون دیگه در شاهنامه بایسوگوری هست، شاهنامه ها بقیه قلابیه. اما نخستین شاهنامه که من از قضا یک جلدشو دارم، در اون آمده، این بیت ها آمده، بله، پیش از فردوسی کسانی در شعر فارسی و نظم فارسی کوشیدن، اما اگر کسانی فقط زبان فارسی رو به فردوسی نسبت بدن ظالم هستند، یعنی دنبال داد و دادگری نیستند. چرا؟ برای ناسیونالیسم ملی فردوسی شاهکار ملی دیگه، مثل هومر در یونان، پرتغالی ها هم دارن، مکسیکی ها هم دارن، همه کشورهای جهان کم و بیش قهرمان ملی دارن، ناسیونالیسم ملی دارن که جوانانشون راه ناسیونالیسم ملیشون رو برن. اگرچه تفکر انترناسیونالیسمی در قرن اول قرن بیستم دور جاری و ساری شد، حکومت کمونیست درست شد، انترناسیونال درست شد، اما بعدها اونم دریافتن یک عقیده، یک ایده اوتوپیه، یعنی عقیده خیالیه و نمیشه دهان زیر بیرق یک فرهنگ، زیر بیرق یک پرچم، زیر بیرق یک زبان، زیر بیرق یک قانون باشه، برای که ممالک شخصیت حقیقی و حقوقی خودشون رو دارن، همه کشورهای جهان. بنابراین اون عقیده ایدولوژی بود، یک ایدولوژی تقریبا خیالی به اصطلاح جامعه شناسان اوتوپیست. این است که من رفتم به شاهنامه و مسئله شاهنامه و زبان، خواستم عنوان بکنم اون مطلبی که فردوسی راجع به شاه میگه همه بندگان او یزدان پرست، یا بارها و بارها عنوان میکنه چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه که یزدان خدا هست و او پادشاه. خب اینا رو من قبول نمیکنم، برای که عنصر ایرانی، عنصر انسانی باید تجلی شخصیت داشته باشه. آقای سوری همینان گرامی، من از روزگار آغاز نوجوانی آرزو داشتم و این آرزو هست، به همین جهت قانون اساسی رو نوشتم که عنصر ایرانی تجلی شخصیت داشته باشه. تجلی شخصیت یعنی چه؟ یعنی اگر یک بلوچی، بچه بلوچ، یک بچه بندر حنظلی، یک بچه دسفول، یک بچه ایلام،
استعداد و لیاقت وزیر کشور شدن داشته باشه، پسر آشپز شاه وزیر کشور نشه. اون آدمی که استعداد و لیاقت داره بشه وزیر کشور. این میشود آرزوی تجلی شخصیت عنصر ایرانی. به همین دلیل من این قانون اساسی رو نوشتم. و اما بپردازیم به مسئله اصلی. اما توی پرانتز مطلب دیگری هم عنوان بکنم. من پیش از برنامه برنامه شما رو گوش میگرفتم، از آقای نام بردید به نام ضیاء مصطفی زاده که از قضا در برنامه خودتون اسمشون رو برای من کامل کرد. ایشان در برنامه پیش از من گفته بودن که آقای یزدان خدابندلو، نصر احمدی و آقای بهرام مشیری خدا ناپرستند. خیلی خوب، من هم جواب دادم که نه آقای مصطفی زاده، خیلی محترمانه، من خدا دان و خدا پرست و خدا شناستر از شخص آیت الله خمینی که هستم، اینو میدونم. اگر از آیت الله شریعت نداری، خدا دان و خدا پرست نباشم و خدا شناستر نباشم، اما خدا پرستم. کسی نمیتونه اندازه کیفی آدم رو نسبت به باورش ارزیابی بکنه. به ویژه تفتیش عقیده غلطه. اگر ایشان به 75 میلیون سندی علیه من دارن، اما با سند، نه اینکه به من فرش بدن، بگه نصر احمدی رو دیدیم در خیابون ونتورا، ونتورا درازترین خیابون کالیفرنیا است، لس آنجلس است، در کل امریکا، بگن دیدیم نصر احمدی رو سوار الاغی بود، یه بطری عرق هم دستش بود و یه موتورسیکلتی هم کنارش داشتن پاسور بازی میکردن. از این حرفا نزنه. نه اون چی که نصر احمدی هست، آقای سربی ارزیابی بکنن. شما به نام آزادی مسمدیا شما نباید اجازه بدید کسانی حد حرمت به دیگری بکنند. ببینید اینکه من سالهاست اعلام کردم به عنوان رهبر نظام پارلمانی، به عنوان بنیادگذار نظام پارلمانی میهنم اعلام مدیریت کردم. اگرچه سندویچ بندر غذا پختند و به من دادن، من هم غافل، خب باورم به آشپز بود دیگه، آشپز خونه آشپزی میکرد، هر غذای درست میکرد میذاشت جلوی منم باید میخوردم. من غافل و کله من در آخرین دخول رفت توی بشقاب. اگر کسی از یاران من، از دیکان من نمیرسید، من 10 سال استخوانم تقریبا داشت دیگه پوشیده میشد در همین کالیفرنیا در دیار غربت. من با ایران میخوابم، با ایران بیدار میشم. هرگز خواب غیر ایران من ندیدم. بارها گفتم، اون دفعه در برنامه شما گفتم، اگر یک فرانسوی، یک امریکایی کمتر، چون بیشتر من فرانسه زندگی کردم روزگار فراگیری سنم، یک فرانسوی، یک بلژیکی، یک آلمانی رو خواب ببینم، در خاک ایران خوابش رو میبینم. به همین جهت این حلقه و علاقه میهنی من به باد رفته بود. اما خوشبختانه قانون اساسی پارلمانی رو نوشته بودم. دوستم آقای مهندس سهراب چمنارا به من گفت اگر شما را ترور بکنن قرار این اندیشه خواهد ماند، اندیشه پارلمانی در زیر مردم، اگر یک نسل نه نسل های بعد ادامه خواهند داد. و به ایشون جواب دادم که آقای مهندس چمنارا، از قضا چندین بار سر تلویزیون هم به من گفتند که اگر شما از بین بروید آیا این اندیشه را کسانی تا حالا تحقیق کردن؟ جواب دادم بله. دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چندین بار آمدن سر خط و گفتن بله، ما پیوسته و پیوسته اندیشه حکومت پارلمانی رو پیگیری میکنیم، حتی با استادانمون مطرح میکنیم. دانشجوی دانشگاه مشهد همینطور و کسانی رو میشناسم این عقیده رو دارن تأخیر میکنن برای حصول نتیجه. حالا ممکنه نسل ما بر و ثمر بده، ممکنه نسلهای آینده. من گمان دارم، یعنی اگر بذارند شخص آیت الله خمینی که قانون اساسی برش رفته، اگر ارزیابی بکنند و اون امنیت حاصل بکنند در پیشگاه آینده ملت ایران و دولت پارلمانی بر سر کار باشه که تضمین قطعی خواهد کرد، نام ایشان، حرمت ایشان، سرمایه ایشان کاملا محفوظه. یعنی یک دولتی بر سر کار خواهد آمد بدون خونریزی، بدون جنگ، بدون گریز. من پیوسته از مشروطه خواهم و طرفداران خانواده پهلوی میشنوم در رادیو تلویزیون ها که بله آقایان پاسدارا، همه تونو تیربارون میکنیم، همه تونو به دار آویزون میکنیم، آخوندها کجا فرار میکنیم؟ اول سوال من اینه، اون سلشکر رژیم شاه که الان فرق تیکمون مسلسل یادش رفته و 90 سالشه و جوانترین افسر دوره شاهنشاهی که الان بالای 75 سال جوانترینش، با چه چیزی دور اسلامی میزنه؟
آیا تمام اپوزیسیون به لحاظ تسلیحاتی یک نیمه پادگان جمهوری اسلامی رو حریف هستند که نه؟ بنابراین باید این راهکاری باشه که همه آحاد مردم رو در بر بگیره، جهت‌گیری درش نباشه، حرمت دین درش محفوظ باشه. من دین و آقای سروی همیهنان گرامی لازمه جامعه میدونم. دین به خلقیات و نفس درون انسان مربوطه. هر کسی دین خود داره، هر کسی تجگاهی داره. انسان ها به درجه پیغمبری که نمیرسن. بنابراین یه من فراخود دارن، یه من فرابرتر دارن که اونها رو راهنمایی و هدایت میکنه. حالا چه احساسشونه، چه الهامشونه، چه نادانسته هاشونه. برای اینکه آدم وقتی چیزی رو نمیدونه، اون چیز از خودش برتر و بالاتر میدونه و براش ابهام داره. به همین جهت علی ابو طالب امام اول شیعیان از دید مادر من ذاتیست از خدا، از دید من نه، یک انسانیست در تاریخ ارزیابی میشه. شخصیتش، کرکترش، دانشش، پدرش، مادرش، جد و آبادش، هدفش، عمل کردش. بنابراین من آدم ها رو به حسب ارزش فکری و احساسی و ذهنشون باور داشت میکنم، بهشون میکنم. بنابراین معارض و در تضاد با اونها نیستم. به همین جهت این جبه درست شد. جبه آقای سروی در برگیرنده چه هست؟ من جبه رو میخوام آقای همیهنانم برسونم. سه تا جبه ما داریم. از پیدایش جبه ملی، جبه ملی به رهبری مصدق السلطنه در سال 1329 در دربار شاهنشاهی که دربارم 6-7 سالی مزایاشو میداد، مزایای مادیشو 19 نفر رفتن اونجا تحصیل کردن انتخابات مجلس و در اونجا جبهه ملی رو درست کردند. خیلی خوب، یک جبهه، یک جبهه دانشجویی هست، نهضت دانشجویی، دانشجویان جبهه ملی، جبهه دانشجویان پیروخت، جبهه دانشجویان نهضت دانشجویی. و یک جبهه هم هست در خارج از کشور، جبهه رهایی و بازسازی ایران که من بنیادگذارش و رهبرش هستم. ولی اعضا فراوان ما داریم، گروه های فراوان داریم، سازمان های فراوان داریم. به همین جهت اول دسته هست، بعد گروه هست، بعد شاخه هست و بعد انجمن هست. انجمن البته بار فرنگی داره آقای سروی. و بعد مجمع هست، بعد از مجمع سازمانه، مثل سازمان مجاهدین خلق. و بعد حزب هست، بعد از حزب جبهه هست. جبهه در برگیرنده ای تمام این هاست. یعنی اگر جبهه یه روزی پایدار باشه و گسترش پیدا بکنه و به درخشه، با ائتلاف میتونه همه این جبهه ها رو در بر بگیره. جبهه یک بود سیاسی نیست، یک بود اجتماعی است. من اصولا آدم سیاسی نیستم، با همه دانش سیاست، با همه که دانش سیاست از بالاترین آکادمی های دنیا خوندم، شیوه قانونگذاری، شیوه حکومت شناسی خوندم، اما آدم سیاسی نیستم. من سیاست شناس هستم، اما سیاست کار و سیاست مدار و سیاست باز نیستم. حالا حرفی نیستم که صبح یه جور باشم، ظهر یه جور باشم و شب شکل دیگری باشم و بگم مصلحت بود و دوباره پس فردا صحنه از نو یه جور دیگه بسازم و ملت رو فریب بدم. خیر، من آدم راست و درستی هستم. هرگز سعی کردم ناراست نگم، هرگز سعی کردم زیگزاگ نزنم. آنچه که باشم همین باشم بلا غیر. آقای سروی، من اعتقاد بر این دارم که اول برای قانون اساسی باید یک شناخت جامع و کامل و وافی به آگاهی ملت برسه. به همین جهت من در بلندگو شما هستم برای این کار. اما پیشتر این کار چون خود شما فرمودید، چون آقای مهندس سهراب چمنارا هم گفتن ما چندین قانون اساسی داریم که نوشته شده، من چند تایش رو دارم که البته بیش از اینها نیست، چهار تا بیشتر نیست، ولی شما فرمودید 50 تا. اولا شما دیگه در اینجا مهندس و کارشناس فنی نیستید، اینجا بلندگودار هستید و کار روزنامه‌ای و رسانه‌ای میکنید. وظیفه شماست که عنوان بکنید این قانون اساسی ها چه هستند و چه نوشته شده اند. اما چون شما دنبال اون کار نیستید و وقت این کار رو نداشتید، به من اجازه بدید یه چند تایشو براتون کنم به آگاهی همیهنان برسونم، بعد برم سراغ قانون اساسی مشروطه و بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد قانون اساسی حکومت پارلمانی. یک، اولا اگر قانون اساسی نو حکومت نوشته نشده باشه، اون قانون اساسی نیست، اون قصه حسین کرد شبستریه. هر قانون اساسی که من دیدم فقط نوشته قانون اساسی. یکی چندت نوشته قانون اساسی سبز. اجازه بدید دقیق بگم، قانون اساسی
اودان جنبش سبز ایران. آخر سر به آقای امینان میرسونم. اما یک کانون اساسی که من دیدم، آقای سروی آمده گفته است که قانون اساسی مشروطه به دست بیگانگان قصب و دگرگون شد. قصب نوشته قصب، قصب یعنی نوعی از خرمای خشک، یعنی بعد از رطب که خرما هست و بعد قصب و بعد میشه یه خرمای دیگری هم هست، سمبرون نمیدونم چه اسمشه، چهار نوع خرما داریم، قصب خرمای خشک میگن. بعد گفته انقلاب ایران بار دیگر 300 پیش تخیان کرد، تخیان با ته نوشته. خب کسی که بلد نیست حتی به اندازه دو ابتدایی بنویسه، این اگر معمولیتی برای خرابی اندیشه داره علی علایده، اگرم نه مگر خود بزرگبینی و خود مطرح کردن اونم با نام زشت، درسته؟ آرسن لوپن هم معروفه، اون گروه بادرماینپوف هم معروفه، کارلوس، آقای عمر ملا عمر رهبر طالبان هم معروفه، همین آقای رئیس داعش، این هم شخصیت جهانی معروفیه. نوشته اصل ناآگاهی مردم اکثریت انقلاب قبضه شد. شما از این چیزی میفهمید؟ جواب منو بدید آقای سروی. اکثریت، اکثریت، اکثریت نوشته اکثریت. نوشته با ادغام، ادغام یعنی قدم، ادغام نوشته ادغام، ادغام مشترک نوشته ادغام. با ادغام قانون کشوری، قانون اساسی به دست قشریان افتاد. حق حیات به طور فطری، حق دیگر همراه ذات آدمی است. شما از این مطلب چیزی میفهمید؟ نه، این مثل که فارسیش خیلی خوب بوده، خیلی شاهکار اساس سعدی دومه، پایه پنجم از زمانی که به مشیت طبیعت جنین را حیات نصیب میدهد. شما از این چیزی میفهمید؟ مشیت را علت نوشته مشیت. خیلی خوب، میرسیم به اونجا. همین همین گرامی، هر کجای جهان هستید شنونده یا بعدها این برنامه را از طریق اینترنت میبینید، ماده یک ببینید چه گفته. پرچم در صورت تصویب اکثریت مردم ایران نشان شیر خورشید، من این عبارت رو میخونم به همون شکل که کاما گذاشته، با شمایل سیمرغ، همین همین اترامی اونهایی که شانم خوندن سیمرغ رو شاید نمیدونم گذرا ازش عبور کردن. سیمرغ پرنده ایست بالدار و آدم خار، آدم میخورده. سیمرغ آدم خار بوده یار غاره آقای رستم دستان پهلوان شاهنامه، البته نه پهلوان پنبه، نمیدونم، من نکات ضعفی که از رستم دیدم پهلوان پنبه میدونمش. رستم این که برای رفتن به کابل برای رخشش یک گرخه رو میخوره، شما 70 تا گرگ گرسنه آقای سربی یک گرخه رو میخورن برای یک بعد از ظهر، آقای رستم یک گرخه به تنهایی خورده. این سیمرغ که بعدا به کمک رستم میره در جنگ با اسفندیار آدم خوار بوده، اسفندیار در یه عرابه میشینه و وقتی اسبش عبور میکنه سیمرغ از بالای درخت میاد که اسب رو ببله، به اسفندیار این سیمرغ رو میکوشه. بچه های سیمرغ شاهد این ماجرا هستن، در اسفندیار چینه به دل میگیرن و اون داستان به وجود میاد، اون داستان تراژیک و غم‌آلود شاهنامه، غم‌انگیزترین بخش شاهنامه و بهترین بخش شاهنامه همین داستان رستم اسفندیار. اولین بخشی که فردوسی شروع کرد از همین رستم اسفندیار بود. پیشتر خب دقیقی توسی شروع کرده بود گرشاسب‌نامه را 3000 بیت نوشت، چون شاهزاده بود، شاهزادگان دیگر بهش حسادت کردن و در جوانی کشته شد در خواب به دست نوکرش. بعدها اصولی ملک و شهرابهار آمد داستان ضحاک رو نوشت و بعد رسید به داستان رستم سهراب، رفت پیش پادشاه، او آقای پادشاه من ملک و شهرابهار هستم، به این کار رو من واگذار کردید، من داستانی که پدر پسر بکشه من نمی نویسم. گفت چرا؟ من چون بخشهایی از شاهنامه از حفظمه، یعنی اقلا بگم یک بیشتر شاهنامه به طور قطع یقین حفظمه، به طور قطع یقین. میگه رستم یعنی سهراب به پدرش میگه گمانی برن که تو رستمی که از تخم سامی و از نگیرمی، اگر تو پدر پای باشی و من پسر بگیدی نمانم یکی تاجور. اون آقا رستم وقتی این شعر رو بهش میگه این جمله رو باید انسانیتش گل بکنه، من داستانی که طبیعت با انسانیت داره مطلقا نمیپذیرمش،
من اگر یک بچه افریقایی سیاه‌پوست تو خیابون بهم بگه ددی یا پاپا به فرانسه، بغلش میکنم میبوسمش. مهر پدری خودم برای فرزندانم در اون پسر سیاه‌پوست که تو خیابون دیدمش میجوشه. آقای رستم داره بچه رو میگه تو پدری، من پسرم هستم سهراب، تو هم رستمی، چرا بر دوم کلک میزنی به میکشیش؟ آقای اونسوری زیر بار نرفت، آمد واگذار کرده فردوسی، فردوسی شروع کرده نوشتن. اون کنون خور باید نوی خوشگوار، که می بوی مشکای و دست گوسار، همه جوی ها پرزه نخگیر جست، همه دشت ها پرزه. و این شعر طولانی متبل که اول در وصف بهاره و بعد جنگ آغاز میشه و اسفندیار میگه آقا من برای جنگ نیمدم، رستم تو به من میگی ایرانیان رو بکشتن دهیم. میگه دریغ است ایرانیان رو بکشتن دهیم، خودم در جان تاج بر سر نهیم. دریغ است این تاج این نام ننگ، ولی توده ها چکار کردن؟ گفتن به 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 رستم قهرمانیم دیگه. نه آقا اون بیچاره که میگه از تاج میسرم، بر خون ایرانی ریخته بشه، این تاج برای من ننگه. ما چرا به دنبال واقعیت ها نیستیم؟ چرا با بیدانشی میخوایم این مملکت رو بدبخت بکنیم، بیچاره بکنیم؟ خب این قانون اساسی رو مینویسیم، پشت چیز مینویسیم قانون اساسی، پسر حسین کردون تو مینویسیم که قانون اساسی پارلمانی که از معتبرترین اکادمی های جهان مورد تایید پایمال بشه برای خوشبختی اون ملت. آقای سرمی عنوان میکنه، اینجا رو گوش کنیم آقای سرمی، اینجا ماده دو، من استدعا میکنم سر خط تشریف ندارید. الو آقای سرمی میشنوید؟ بله من میشنوید. بله بله همیانون گرامی، من میام سر خط، ارتباط من با شما قطع میشه. چندین بار تا حالا این کارو کردم، یا نمره نامرئی میزنن یا با شماره، البته این درست نیست. ماده دو عنوان میکنه در استانها زبان محلی باید آموزش شود، یعنی مثلا استان خوزستان هر شهرش زبان محلی داشته باشه. من این استعمدی باید برای بیبهان رفتن مترجم با خودم ببرم و ارتباط اون آدم بیبهانی با سعدی قطع میشه، با رازی قطع میشه، با اون جغرافی دان قطع میشه، با اون مکاتب گذشته ما، متون گذشته ما قطع میشه، با فرهنگ ایرانی به کلی قطع میشه. و بعد من مترجم باید ببرم، فیزیکو به چه زبانی میخونن در بیبهان، شیمی رو به چه زبانی میخونن؟ ملت چرا این کار رو میکنی؟ چرا ماده 11 شورای ملی آقای رضا پهلوی میگوید در شهرها هر کدوم دانشگاه خودش داشته باشه، زبان خودش داشته باشه؟ این خیانت از این بالاتر شما میبینید آقای توربی؟ و اینو در این قانون اساسی آورده این آقا. بعد میگه عنوان میشه مجلس شورای ملی سخنگوی مجلس و سایر مقامات رسمی مجلس را انتخاب میکنه. شما از این چیزی فهمیدید؟ شما چیزی میفهمید؟ پشت جلد نوشته قانون اساسی. شما یک جای دیگه خوب دقت کنید، اصل یک، هر استان در داخل و برای مردم اون استان در داخل و برای مردم آن استان در داخل حکومتی دارد، یعنی حکومت خوزستان، حکومت فارس، حکومت بوشهر، حکومت بلوچستان، حکومت مازندران، حکومت سیستان در داخل. یعنی ما بشه هفت کشور درست کنیم. خب جدیدن اونی چهار سالیه، این پیرامد میخواد از کردیه جدا بشه، بشه دو تا استان. خب ما 28 تا کشور داریم، این کشورها با هم چه مرافقتی دارن، چه ارتباطی دارن، چه پیوندی دارن؟ 28 کشور دشمن هم، هم مرز هم، هر که قانون اساسی خود رو داشته باشه، هر که حکومت خود رو داشته باشه، عنوان کنه و مستقل با قانون اساسی خود برای مردم آن استان. آقای سرمی شما فکر کنید خدای نکرده، خدای نکرده یک میلیارد به شما بدن و بگن آقا این قانون اساسی رو بگید بله، شما حاضرید ایران 28 کشور بشه؟ 28 قانون اساسی داشته باشه؟ شما حاضرید؟ خب یه همچه آدمی رو میبیسن این قانون آقای سروی باید بفرستن سالها آسایشگاه روانی. خب این قانون اساسی که شما سرگر فرمودید که 50 تا 60 در نفع 4 تا بیشتر نیست، خب من میپردازم به یه قانون اساسی دیگه. خوب توجه کن آقای سروی، دست من هست این قانون اساسی، دست من بدون یه تکه هایشو من متاسفانه نرسیدم به چهار صفحه آخر. عنوان میکنه مجلس حقوقی متشکل از حقوقدانان و فقهای برگزیده مردم، فقهای برگزیده مردم. خب این مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست؟ آقای سوری فقهای برگزیده مال جمهوری اسلامیه، مال مشروطه است.
چرا نمیشه؟ مشروطه که نوشته شده دیگه، ما چرا بنویسیمش؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی که نوشته شده دیگه، چرا بنویسیمش؟ جنبش سبز، آقای جنبش سبز، تو اگر جنبش سرخ و زرد آبی میخوای، خود آقای موسوی آمد گفت اصل حرفش که ما میخواهیم قانون اساسی مثل دوره حضرت امام پیاده بشه. دیگه بالاتر از این آقای رضا پهلوی اومد گفت من سخنگوی ایشون هستم. شما خودتون هم شنیدید اینا رو، حتما در آرشیوتون دارید. چون پسر شاه هر چی باید بشه، خودمون پسر شاه دلیلی اون باشه. این چه حرفی میزنید؟ ما مملکت رو برای مملکت میخوایم، ایران رو برای ایرانیان میخوام، یا برای یه نفر؟ آخه تا این فریاد کجا من اگر بلنگو میداشتم آقای سرمی به مسئولون هم نکرده بودن سن در خوراک اندیخته نبودند، من قطعا تکلیفی در ارزو پوزم هم دقل روشن کرده بودم. 154,000 نفر عضو رسمی این جبه شد با شماره 47 آقای سرمی. اونا که 4 شماره داشتن 3 شماره آخر دادن، اونا که 3 شماره داشتن 2 شماره آخر دادن. آقایان مخالفان من و جبهه من ها اومدن این فکس ها رو شمردن. من یه روزی اگر به 500,000 برسه حتما نماینده سازمان ملل رو دعوت میکنم، حتما از دولت امریکا کمک میگیرم. بین بشمارید، بین این فکس ها 5,000 تا رو انتخاب کنید، تلفن بکنید، ببینید ملت چه میگن. ملت عقل داره، ملت شعور داره. ما ملت رو بیشور حساب نکنیم. دیروز پریروز ببخشید در تلویزیون شنیدم که ملت ایران بیاد عذرخواهی بکنه از خانم فرح پهلوی. شما بگید دردتون بالاتر میبینید؟ پادشاه مملکت ترک میکنه میره، وزارشی میکنه زندان. شما که میدونید چند وزیر زندان کرد محمد رضا شاه. حویدای بدبخت از بلژیک رو انداخت زندان، حویدای بره رو. اون آقای نامرسولش رو به مصدق السلطنه اون دزد معروف نعمت الله نصیری ارتش بود، نعمت الله نصیری رئیس سالار، اونو کردش زندان. غلام رضا کیانپور مسئول وزیر دادگستری، شما دیگه از علی تهرانی پاکتر و منزهتر میدیدی وزیر اطلاعات؟ خب تیر بارون شد. اگر خسرو خان قشقایی نمی بود پسر کوچک سهراب دوله که بعضی از این وزرا رو آزاد بکنه بقیه ادام می شدن. این آقا داره شمایون به دستخانه برده، از پسرموش بپرسید. خودش که خسرو قشقایی منو آزاد کرد، به خود من گفت در خونه آقای عباس دکتر عباس ساسانفر آخرین رئیس دانشگاه، نه یکی مونده به آخر رئیس دانشگاه میگه ایران، پسر وسوق دوله، پسر برادر قوام سلطنه تو خونش به من گفت آقای داره شمایون، ایشون شاهده. خب این پادشاه مملکت خیلی هنوز براش هم رو حمله میکنی نکنید. پادشاهی که 4 بار یعنی مملکت مردم گروش رو حاضر نیستن تو کشورشون باشه. روزاشا چند بار تا حالا گرده گروه شده آقای سربی؟ همین هنان گرامی یک بار از جوانسبورد، یعنی بعد از جزیره موریس که در جوانسبورد بود، اونجا 3 سال خاک بود، فرستادنش مصر. اردیبهشت 1329 شون آوردن ری. ملکه ای وقت سریا پهلوی هم با شاه بود، اما تلویزیون چی میگه؟ میگه اعلی حضرت همایون شاه ملکه و همسرش، ملکه و مادرش، نه نه ببخشید، همسر و مادرش، اسم همسر رو نمیاره به لحاظ حسادت خانم فرح پهلوی. شما بگید با این عدالت ما میخوایم بریم ایران؟ این مدشه اوی کلمه عدالت ببره. من فرزند مهر دادم در میدانم، اگر تجار بدون توقع، اگر هممیهنانم بدون توقع برای یک هدف مقدس ملی میخوان همراهی بکنن، این اکتن این اکثر تو چهار تا آدم بیارین بگوی فروش بده، اما با سند 10 تا رو بیارین، 1000 تا رو بیارین. من به آقای مصطفی زاده که چیزی نگفتم، ایشون چون اسم منو در ردیف آقای مشیری و آقای خدا بنده لو آوردن. ببین یزدان خدا بنده لو، شما حساب بکنید خود چهار تا خدا پرست اسم میشه ولی ضد خداست. چرا این اصلا عملی رو قاطی میکنید؟ من عصبانی شدم که نه آقای مصطفی لو مصطفی زاده، من خدادان و خدا پرستر و خدا باورتر از آیت الله خمینی هستم، این ادعا رو دارم، این ادعا میکنم، اما آدم دینداری نیستم. به دین احترام میذارم تا بی نهایت، تا به حرمت مادرم که نماز میخونه، تا به حرمت خالم، تا به حرمت باورندگان دین. مگه میشه من مخالف دین باشم، دشمن دین باشم؟ چرا در قانون اساسی جای دین محترم حساب کردم ولی سر جای خودش؟ هر کسی به کار خیش، هر کسی به دار خیش، بگوره خواجه عبدالله انصاری فرانسه. من خودم 2 بار تا حالا چند بار در برنامه شما گفتم، من خودم ژاک شیراک رو در
کلیسا دیدم به سهور فرانسه با همسر و دخترش، دو نوبت دیدم به چشمم. کشور سوسیالیست اون زمان ایشون گولیست بود، بعد از سوسیالیست آمد سر کار، بعد از فرانسوا میتران. من خودم به چشمم دیدم همین رئیس جمهور فرانسه امریکا، خب ایشون کلیسا هم میره، پا برهنه به مسجد رفت. من به چشمم دیدم. ولی دین در حکومت دخالت نداره. چرا؟ چون دین آلوده میشه، چون دین جوابگوی نیازهای جامعه به حکومت نیست. بینشوران غرب به ویژه فرانسه و بعد انگلستان و بعد هلند خون دل خوردن تا جدایی دین از حکومت ایجاد کردن. البته با سرنوشت ناپلئون بناپارت، برای که ناپلئون بناپارت نامه نوشته اون سرهنگ نگاهبان کلیسا که شما پاپو دست بسته کت بسته 36 روزه به پایتخت بیارید. و اون آقای سرهنگ ناچار بود. ناپلئون بناپارت رهبر فرانسه بود، شوخی نبود. جهان زیر بلکش بود، جهان زیر سیطرش بود. این ناپلئون یه وجبی پاپو آوردن، فرستادنش به مارسی، گفت برو اونجا زندگی بکن. و از اون تاریخ بود که جدایی دین از حکومت شروع شد و بینشتران کار کردن و جامعهشون جامعه نیمه سالمیه، خوبه، جامعه نیمه خوشبختیه دیگه. پاپ آدم نمی سوزونه در آتش، مگه نسوزوندن؟ مگه جاندار که نسوزوندن؟ مگه جنگ های صلیبی چه دیداری که نکرد؟ مگر جنگ های سنگبار پیمون چه بدبختی در سر جهان غرب می آورد؟ ولی ما متاسفانه قرن 20 و 21 گرفتار شدیم. آیت الله خمینی آمد گفت بشد نشد الا و بلا جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. این است که مجاهد چریک و و و چه معنا دارد؟ جمهوری ملی هیچ معنایی ندارد. هر شب من این تابلو رو میدیدم از در خونه که میمدن بیرون کاخ نیابان، درست دیوار ما، دیوار خونه ما، دیوار کاخ بود. من این تابلو رو میدیدم با خون، با خون مثل خون نوشته بودن، یعنی چکه های خون پایین بود، با مرکب سرخ نوشته بودن. خب مملکت دوچار تک بودی و تنگ نظریه همین تلامدشه. آقای صاحب اجازه بدید که اصلا فن قانون نوشتن رو بریم به آقای همینانم برسونم و بعد برسیم سر قانون اساسی مشروع. آقای احمدی متاسفانه وقت تموم شد، باید بذارید برای یه برنامه آینده. با کمال می من از شما ممنونم. بله من از شما سپاسگزارم آقای سربی عزیز، شادی میکنم براتون. اما تو خدا از من گلایه نکنید، من دو نوبت تلفن کردم 26 ثانیه و 37 ثانیه ولی پیغام گذاشتم. دوستان من اون ایمیلو که کردن، چون چند نفر حتی که کرده بودن، من میخواستم پیش از برنامه سبب البته چیزهای زشت شما خودم جوابگو هستم، اینم به شرف اخلاق من ایجاب میکنه، اما خدا گواهه من یارانم هم گفتند که گناهه و زشته. خودت پشت صحنه به سربی بگو. گفتم باش ایرادی نداره، ولی سربی میدونی من به اخلاقیات پایبندم، سخت هم پایبندم، تا آخرش هم پایبندم. ممنونم. اگر به یک کسی گول دارم تا آخر در یک گول استوارم. من به میهنم، به هم میهنانم گول دادم در راه نجاتشون، این هدف پارلمانی رو به پیش ببرم. خوشبختانه آقای چمنارا با توجه به اینکه خیلی تلفن شد برای آقای چمنارا که به کجا وابسته است، گفتم آقا ایشان از این روز تصمیم گرفتن برای نظام پارلمانی تلاشیار باشن. حالا ببین تا چه زاید سحر. شاد باشید، آرزوی شدی برای شروع و همه همیهنان دارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ممنونم، با امید دیدارتون هفته آینده. مرسی. سپاس از شما و همه همیهنان گرامی که شنونده بیننده بودن. خدا نگهدار. با امید دیدار. مرسی. خب دوستان عزیز، من متاسفانه میخواستم بعد از وقت آقای نصر احمدی با حضور خودشون صحبت کنم، ولی میدونید اشکال این تلفن‌های دستی اینه که این تلفن‌های دستی حقیقت مثل همون قدیما دو نفر اگه باشن، این هوایی که هست خیلی تکنیک عجیبیه، باید رعایت کنیم. در هر صورت بذارید من فقط اینو بگم، امیدوارم آقای نصر احمدی هم این به اصطلاح این موضوع رو گوش کنن و اگه پاسخی دارن بعدن در برنامه آینده یا یه وقت دیگه لطف کنن به من و دوستان توضیح بده. چند تا موضوع. اولا خیلی خوشحالم که تو برنامه خودم من از دو تا از دوستای عزیزم، یکیش آقای حسن خزائی که از من یه چند سال بزرگتره، یکیش آقای علی شیرازی که خودشون 88 سالشونن و 28 سال از من بزرگترن، میشه گفت همسن پدر من هستن، انتقاد کردم. و آقای علی شیرازی خیلی قشنگ نوشتن که من انتقاد شما رو شنیدم، به جا بود، ممنونم. پس ما باید از انتقاد ناراحت نباشیم.
حالا چه سوربی از آقای چمنارا انتقاد کنه، چه سوربی از آقای دکتر نصر احمدی. و درباره اون تلفن ها اصلا موضوع زمانش نیست که 44 ثانیه است یا 28 ثانیه است، موضوع اینه که من نشستم دارم حاضر میشم برای برنامه یا دارم یه کاری انجام میدم، اون موقع حواس من پرت میشه، میرم یه جای دیگه. من شما خود تلویزیون های دیگر رو دیدی، یه نفر تلفن چیه، یه نفر آبدار چیه، یه نفر نمیدونم دوربین چیه، اینجا همه چیا ما خودمون هستیم. پس من باید قشنگ به قول آمریکایی‌ها کانسنتریت کنم یا تمرکز کنم روی این کار. یک. دوم اینکه شما میگید که حتی دوستان نزدیک من از من بدگویی کردن. خب این خیلی که باید جواب شما رو بده که این دوستان چه دوستی هستن که اگر من بدم پس اینا چرا دوست منن؟ حتما یه مرضی دارن. و الا دوستی که میاد سر پولی که نداده مثلا بدگویی منو میکنه، خب من اون چه کارش کنم؟ این چه دوستیه؟ این به درد جرز میخوره. خیلی خوشحالم که شما همین الان آخر برنامه گفتید حتی از آقای چمنارا میان بدگویی میکنن، که درسته که ایشون برنامه شما رو اسپانسر شده، ولی آقای چمنارا جزو CIA، جزو نمیدونم M6 چی میگن، MI6، جزو موساد، جزو KGB، جزو جمهوری اسلامیه. خب این ذات اینا هست، پس فرق نمیکنه که من باشم یا آقای چمنارا باشم. اینم این زمنان. اجازه بدید من چون به دوستان نوشتم بعد از آقای دکتر نصر احمدی من صحبت میکنم پاسخ بدم. اگه هنوز دکتر جیلانی روی خط هستن، دکتر جیلانی عزیز، ما از شما ممنونیم. شما لطف کنید اینو به دوستان طرفدار پادشاهی بگید که شاه خرافاتی بود، چون مردم خرافاتی بودن، چون مملکت خرافاتی بود، چون فرهنگ اون زمان خرافاتی بود. ما که اشکالی نداریم. اینا هستن که میگن نه خیر، مردم کچل و کور و نمیدونم مرض داشتن، بی سواد بودن، ولی شاه شاه بود. شما برید ویدیوی این آقای دکتر منوچهر گنجی رو نگاه کنید، وقتی که راجع به یک حزبی در ایران صحبت میکنه میگه بله من با تک حزبی در کشورهای دیگه مخالفم، ولی این حزب رستاخیز که تک حزبی نیست، این حزب رستاخیز رهبرش شاه هست. اینا هستن که به من و شما میگن نه شاه خرافاتی نبود، به ما میگن حالا شاه خرافاتی بود ولی باباش خرافاتی نبود. بعد شاه میاد تو کتاب مأموریت برای وطنم مینویسه که برعکس اون چیزی که اینا میگن پدر من مثلا مذهبی نبود، پدر من خیلی هم باور داشت. خانم جیلانی گرامی، ما که مشکلی نداریم، ما داریم میگیم خود شاه نوشته من بازوبند بسته و کمربند بسته حضرت علی و حضرت عباس و حضرت امام زمان بودم. حتی به اوریانا فالاچی میگه خدا با من صحبت میکرده. شما باید به اون دوستان بگید بابا شاه حتی از مردم عادی عقب افتاده تر بوده. پدر من یه راننده بود ولی نه مذهبی بود نه دین بود، به خاطر شوهر خالش که آخوند مکتب خونه بوده اینا رو انقدر کتک میزده فرار کرده بود، دیگه هم نرفته بود مدرسه. پدر من که خرافاتی مثل شاه نبود. و شما توی اون فرهنگ توی اون سالها سراغ ندارید کسایی رو که خرافاتی نبودن، حتی اگر باورمند به دین و مذهب بودن ولی خرافات باور نداشتن، سینه نمی زدن، تو سر خودشون قمه نمی زدن، گل نمی مالیدن به خودشون، مثل رضا شاه با پای پیاده نمی رفتن نمیدونم مشهد فلان اینها. اصلا ممنونم و ما یکی از افتخاراتمون اینه که بینندگان و شنوندگانی مثل شما داشته باشیم. و اما آقای دکتر نصر احمدی وقتی که از حکومت فرانسه صحبت کردن که اینها کلیسا میرن، بعد از آمریکا صحبت کردن که بله اینها کلیسا میرن ولی دین در حکومت وارد نیست، من اونجا با ایشون اشکال دارم. دوست عزیز، همین 20 ژانویه میخواد آقای چیز بیاد سوگند بخوره، آقای ترامپ دستش باید روی انجیل باشه. تازه حالا دارن تو سر خودشون میزنن که آقا اگه یه نمایندهی مسلمون هست دستشو بذاره رو قرآن. اینا فعلا بین قرآن و انجیل گیرن. ها
حالا تو ایران و این ورور بین شیعه و سنی گیرن اینا هم اینجوری. در اصل ممنونم، متشکرم و بازم خیلی خوب که شما توضیح دادید که اینا میان، شما میتونید خودتون پاسخش رو بدید. ضمناً این دوستان شما به نظر یا جوانن یا تازه با تلویزیون ایرانی آشنا شدن. اینی که میاد بدگویی میکنه، آقا مثال خیلی ساده بزنم، همین دوست خودمون آقای ضیا مصطفی‌زاده یه مدتی نمیدونم اصلا سر چی با من دشمن شده بودن، دشمن خونین، فوش کشی. بله منم فوش دادم، بعد دوباره دوست شدیم با هم. این ذات ما ایرانی هم یه مدت که با هم هستیم از هم خسته میشیم. ولی شما اگر کسی دوست من هست، این آقای سعید کاووسی حرف قشنگی میزنه تو مهمونی ها، وقتی یکی میگه آقا راجع به فلانی، تلفنش در میاره زنگ میزنه به اون، میگه آقا بیا این هاش رو خطه، حالا بگو ببینم هر چی میخوای بگی. شما یه دو بار این کارو بکنید. اگه با یکی دارید صحبت میکنید میگه راجع به آقای چمنارا، بگو آقا گوشی رو داشته باش من زنگ بزنم به آقای چمنارا. ضمناً آقای دکتر نصر احمدی، تلفن شما باید تلفن به اصطلاح معمولی با اسپیکر بهتر، با بلندگوی بهتر باشه. این تلفن‌های سلفون ما یه یادمون رفته، اینا برای یه مکالمات یه دقیقه‌ای دو دقیقه‌ای بود. شما نگاه کنید سوراخ میکروفونش چقدر کوچیکه، شما نگاه کنید سوراخ اسپیکر یا بلندگوش چقدر کوچیکه. هر چی بلندگو بزرگتر باشه، وایبریشن اون دیافراگمش بهتره، صحبت و صدا رو بهتر میشنوید. در اصل ممنون و متشکرم. من فکر کنم برنامه شما امروز جزو یکی از بهترین برنامه‌ها بود. دوستان عزیز، من وبسایت آقای دکتر نصر احمدی بهتون نشون میدم اینجا، رایستانی.com. این همون مثل رایه، رایستانی.com. از اون طرف شماره تلفنشون هم بهتون نشون میدم که با خود ایشون مستقیم تماس بگیرید. 818 ایریا کد کالیفرنیا است، 201 57 79. برای که یادتون بمونه یه 201 یاد بگیرید. نمیدونم این 201 تو حرف ابجد و عوض اینا چی میشه، 101 میشد یا علی مسکه یا 110 یا علی بود. اینو 201 یاد بگیرید دیگه. 57 79 57 سال ایرانی که انقلاب شد، 79 سال میلادی که انقلاب شد. و تنها دلیلی که من گذاشتم آقای نصر احمدی برم من صحبت کنم که اون اشکال صدا رو نمیشنویم و اون که دوستان به ایشون خیلی زنگ میزنن. آقای نصر احمدی گهگاه میگه اینا دشمنای منن. نه آقا، اینا دوستای شما هستن. همشون یادشون نیست که شما تو این ساعت برنامه داری، همشون یادشون نیست که شما تو این ساعت بهتون نباید بر بزن. یه سیستمی هست که شما یه گزینه‌ای دارید رو تلفنت که وقتی میخوای زنگ بزنی میتونی اونو بزنی، خط دوم که کال ویدینگ هست نیاد تو گوش شما بوق بزنه. در صورت ممنون و متشکر. و هر روز باید از همدیگه یاد بگیریم. امروز از شما دوستان یاد گرفتم، ممنونم. و لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، مهمان ما میتونید باشید. ولی مهمان همیشه گفتم مثل نفسه، با وجودی که به نفس احتیاج داریم، ولی اگه آمد و گرفتیمش در سینه و نرفت خفه میشه. میگن مهمان مثل ماهیه، با وجودی که خوب و خوشمزه است، ولی اگر موند توی خونه بو میگیره، باید بره بعد دو سه روز. روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون چهارشنبه. امیدوارم فردا بتونم بیام یه برنامه فوق‌العاده برای شما اجرا کنم. مرسی.